پس از حاشیه‌های فراوان، بالاخره لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس ایران رفت. لایحه‌ای که موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها را با خود به همراه داشته و همچنان این انتقادها ادامه دارد. این برنامه چه تصمیمی برای اطلاعات کاربران ایران گرفته است؟ موضوعی که به اعتقاد برخی از کارشناسان به مفهوم دخالت بیشتر حاکمیت در روش زندگی مردم است. با هم گزارش سعید بهاری را ببینیم. اینترنت در ایران پس از اعتراض‌ها و حوادث 1401 از سوی نهادهای زیربط با محدودیت و فیلترینگ شدید شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. گزارش ها بیانگر این واقعیت هستند که علارغم محدودیت های شدید اینترنتی و فیلتر بودن تلگرام، اینستاگرام و توییتر در ایران، همچنان جمعیت چند ده میلیونی کاربران ایرانی در این سه شبکه اجتماعی حضوری پررنگ دارند. لایحه‌ای در روز 28 خرداد 1402 از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس ایران ارائه شد که وزارت ارشاد ایران را مکلف می‌کند تا با همکاری مرکز آمار ایران و راهبری مرکز رصد شورای عالی انقلاب فرهنگی سامانه ای را راه اندازی کند. بر اساس ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه دولت ایران مقرر گردیده که سامانه‌ای برای رصد و سنجش مستمر دینداری، سطح معنویت، اخلاق و سبک زندگی مردم راه اندازی شود. این سامانه بر اساس آخرین اصلاحات صورت گرفته، سامانه رصد و سنجش مستمر سبک زندگی مردم نام گرفته است. در بند پی ماده 75 آمده است که در جهت تقویت نقش نظارتی وزارت فرهنگ به این وزارتخانه اختیار داده شده در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز متخلفین اقدام نماید. با بررسی این لایحه مشخص شده که ابعاد مختلف زندگی آنلاین ایرانیان به دست سامانه‌ها و نهادهای رسمی و امنیتی داده شده است. علاوه بر طرح سیانت، لایحه برنامه هفتم توسعه ماده‌ای را ارائه داده که بر اساس آن تمام پایگاه‌های دارای داده به صورت برخط موظف به ارسال اطلاعات کاربران ایرانی به سامانه رصد سبک زندگی مردم می‌شوند. به تعبیر واضح‌تر، با تصویب این لایحه همه اطلاعات کاربران ایرانی در سامانه‌ای زیر ذره‌بین می‌رود و کنترل می‌شود. به نظر می‌رسد این اقدام دولت ایران گام دیگری در راستای طرح سیانت و راه‌اندازی اینترنت ملی با هدف رصد همه جزئیات زندگی و حتی شخصی‌ترین رفتارهای آنلاین مردم است. اینکه یک کاربر کجا رفته، چه خریدی انجام داده، از کدام مسیر رفته و از کدام مسیر برگشته، جستجوهای اینترنتی او چه بوده و حتی چه چیزهایی دانلود کرده است. به تعبیر روشن‌تر، زندگی کاربران ایرانی زیر ذره‌بین قرار گرفته و نهادهای حاکمیتی و امنیتی در این سامانه به راحتی به تمامی اطلاعات کاربران دست پیدا می‌کنند. نقطه مشترک طرح سیانت و ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه رصد و پردازش داده ها و محتوای فضای مجازی است. طبق ماده 15 طرح سیانت نیز ذخیره سازی و پردازش داده های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط باید اجرا شود. تفاوت ماده 16 طرح سیانت با ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه در مجرمانه بودن محتوای فضای مجازی و نقطه مشترک این دو ماده همان پالایش محتوا است. اما برنامه هفتم توسعه گامی بزرگتر از طرح سیانت برداشته است و آن رصد تمام داده های کاربران ایرانی و موظف شدن تمام پایگاه های دارای داده به ارسال اطلاعات به سازمان های تعیین شده است. سعید بهاری، اخبار شیعه. دکتر ابراهیم روشندل، جامعه شناس و کارشناس رسانه و ارتباطات، از واشنگتن با ما همراه هستند.
آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و درود دارم خدمت شما. در خدمتتون هستم. سلامت باشید. عرضم خدمت شما، به نظر شما در صورت تصویب طرح راه اندازی سامانه رصد دینداری و اخلاق مردم و اجرای آن، آیا اقدام ریشه‌ای برای تقویت دینداری و اخلاق مردم صورت خواهد گرفت؟ خدمت شما عرض کنم نه، فکر نمی کنم، به دلیل اینکه در شرایطی که ما در سطح جامعه کانون خانواده و در واقع محیط نظام آموزشی مدارس رو به عنوان بهترین مراکزی که میتونه به تنظیم و مناسبات اخلاقی و معنوی و تربیتی بپردازه رو داریم، طبیعتا سیاست‌های غلط دولت در جهت ایجاد و تأسیس نهادهای فرهنگی موازی و صرف هزینه‌های بیشتر، همچنین ایجاد وضعیتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به سانسور یا ادیت محتوای برنامه‌هایی که میتونه بعضاً مفید باشه، ایفای یک نقش در واقع آمرانه در سطح جامعه به جای روش تشویقی، و همچنین برنامه‌هایی که برای در واقع کنترل روابط و مناسبات خوب افراد در جامعه از طریق برقراری گشت ارشاد یا این موارد صورت میگیره، طبیعتاً جو بی‌اعتمادی رو در جامعه گسترش میده و با توجه به وضعیت پرالتهابی که در جامعه وجود داره به دلیل اعتراضاتی که در سطح جامعه هست، طبیعتاً ورود دولت به برقراری یک مکانیزمی که بتونه مسائل شخصی و باورهای مردم رو در فضای مجازی بخواد کنترل بکنه، طبیعتاً تنش رو در سطح جامعه به لحاظ روانی بیشتر خواهد کرد، و بنابراین من معتقدم که این برنامه یا هر برنامه‌ای که دولت در راستای در واقع کنترل فضای مجازی در اختیار میگیره، به نظر من اصلاً جواب برعکس خواهد داد و وضعیت رو بدتر خواهد کرد. بله، چه آسیب‌های اجتماعی با اجرای این طرح متوجه جامعه ایران به ویژه نسل جوان خواهد شد؟ من معتقدم با توجه به اینکه در جامعه ما یک تنوع خاصی در رابطه با وجود باورها و ادیان دیگه، چه به لحاظ سنتی و چه به لحاظ شیوه هایی که در دنیای امروز ما میبینیم داریم، طبیعتاً این نوع سیاست آمرانه دولت و ایفای نقش پلیس خوب باعث در واقع افزایش بی‌اعتمادی مردم و به ویژه جوانها نسبت به هر نوع سیاست گذاری خاصی میتونه باشه که در جهت خوب از نظر دولت در جهت متروک کردن فضای معنویت جامعه هست، ولی جوانها به نظر من در شرایط کنونی خیلی در این رابطه خوشبین نیستن به این وضعیت. من معتقدم اگر این سیاست ادامه پیدا بکنه، ترویج در واقع بی‌نظمی در جامعه خواهد بود. یعنی ارتباطی ما در جامعه شاهدش هستیم، به عنوان مثال میتونم عرض کنم نافرمانی های مدنی که یا در سطح اجتماع ما می‌بینیم از جوانان، این میتونه تولید محتواهای غلطی رو در تمام سطوح جامعه، در سطح دانشگاه، در سطح جامعه برقرار بکنه و دولت قادر به ایفای این نقش نخواهد بود. من قبلا هم توصیه کردم با نگرانی که سیاست‌های تشویقی دولت در امور تربیتی و اخلاقی میتونه جایگزین نگاه آمرانه و پلیس خوب باشه. بله، با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل که با ما همراه بودند.